خب خبر داغ این هفته همه تو که میدونید وقایعی است که در اروپا اتفاق افتاد و مخصوصا مسائلی که برای پول واحد کشورهای اروپایی یعنی یورو پیش اومد چندین و چند بار در برنامه های گذشته موقعی که صحبت یورو شده همیشه عرض کرده بودیم که یورو خودش وضعیتش به طور ماهوی و ذاتی حتی از دلار آمریکا هم خرابتر هست و اگر چند سال گذشته گل کرده توی بازار و تونسته افزایش پیدا کنه توی بازارهای ارز صرفا داشته نون بدبختی دلار آمریکا رو میخورده منتها حوادثی که داره در اروپا شکل بگیره رفته رفته گویا کار رو داره به جایی میرسونه که دوران های های یورو ذره ذره داره تموم میشه و دوران وای وایش داره از راه میرسه گرفتاری ها رو که سرشون صحبت کردیم و باهاش آشنا هستید دو دفعه مسئله یونان گل کرده به خاطر اینکه ماه می پارسال بود که داشت ورشکست میشد و بانک مرکزی اروپا به کمک صندوق بین‌المللی پول یه وام گنده 157 میلیارد دلار در اختیارش گذاشتن که از ورشکستگی جلوگیری کنه منتهای مراتب گویا جواب نداده و دو دفعه شایعه اینکه یونان ممکن است که دیفالت کنه روی بدهی هایی که داره پر شده توی اروپا و همین وضعیت یورو رو خراب کرد یونان البته دیروز بود که اومد قانونی رو تصویب کرد که بیاد بخشی از داره های دولتی را برای اینکه بتونه یه خورده پول جور کنه در واقع بفروشه بخش اینا شامل تلکامونیکیشن یونان هست اداره پست یونان هست اداره برق یونان هست و 25 درصد هم از دو تا بندری که توی یونان هستن یه <تصفح> مقدار پول 3 میلیارد دلار گویا جمعن اینطوری میخوان جور کنن حدود 8.3 میلیارد دلار هم قرار شده که از مخارج دولتی که در واقع همون امکانات رفاهی باشه که در اختیار مردم قرار میدادن حذف کنن که مجموعا یه چیزی میشه حدود 11 و 2 دهم میلیارد دلار که رو هم که بذاریم تقریبا 7 و یه ذره بیشتر 7 و 2 همه درصد از پولی است که پارسال تازه بهش قرض دادن یعنی همه این کار رو هم که بکنه باز جواب اون بدهی ها رو نمیتونه بده و به همین دلیل شایعات زیادی پیچیده که یا اگر کمکش نکنند و پول تازه در اختیارش نذارند یونان ممکنه دیفالت کنه رو بدهی های خودش که اگر اینطور بشه طبیعتاً ضربه بدی به یورو خواهد خورد در واقع یورو سر یک سگوش بدی گیر کرده اگر بخواد بانک مرکزی اروپا پول چاپ کنه و بخواد اینا رو نجات بده که خب ارزش یورو میاد پایین و تو بازارهای ارز ضربه میخوره اگر نخواد بهشون کمک کنه به کشورهای مثل پرتغال و ایرلند و ایتالیا و اسپانیا و از این صحبت یونان اون وقت خب این کشورها مجبور میشن که یورو رو ترک کنن برن سراغ پول خودشون که اونم باز از نظر روانی به یورو ضربه بدی میزنه داستان یونان داغ بود که آخر هفته انتخاباتی که در اسپانیا برگزار شد باعث شد حزب حاکم که قرار بود بیاد مخارج دولتی یا در واقع همون امکانات رفاهی رو که در اختیار مردم قرار میده به مقدار زیادی حس بکنه و قطعش کنه تا بتونه پول جور کنه به بدهی هاشو بده در انتخاباتی که برگزار شد شکست مفتزهانهی خورد به خاطر همین سیاست ها و نارضایتی مردم از دور خارج شده حزب جدیدی که جاشون رو قراره بگیره ظاهرا در مبارزات انتخاباتی خودش گفته بوده که اون کارا رو نمیکنه یعنی اون هزینه ها رو نمیزنه البته خب میدونید که احزاب سیاسی موقع انتخابات قول های فراوان زیاد میدن ولی بعدا که اومدن سر کار میزنن زیرش حالا باید دید که آیا واقعا به عهد خودشون وفا میکنن یا نه که اگر بخوام بکنن مشکلات اسپانیا اوج میگیره و درد سرهای تازهی برای یورو درست میکنه اگر هم بخوان همون سیاست ها رو دنبال بکنن که مسلما با شورش های بزرگ توی اسپانیا و بقیه کشورها مواجه میشن که اگر میدان های اسپانیا و تظاهراتی رو که برگزار شده بود نگاه بکنید شباهت های زیادی داشت به اتفاقاتی که در مصر افتاد و میدان از تحریر مصر یعنی به همون ترتیب و از طرف جمع کثیری از مردم این سیاست مورد اعتراض قرار گرفت بحران موجود بحرانی است جهانی پای دنیا را گرفته و هر روز از یک گوشه ای سر بلند میکنه یونان را آرام میکنن سر از ایرلند در میاره ایرلند را آرام میکنن نوبت اسپانیا اسپانیا رو میخوان فکر کنن نوبت ایتالیا میشه و و و این داستان فعلا ادامه خواهد داشت راجع به دلار آمریکا ما البته توی برنامه های رادیوی اینترنتی خودمون یه برنامه ای داشتیم در چند جلسه صحبت کردیم که ماه جون که تموم بشه یعنی ماهی است که دیگه و بر اساس صحبت هایی که شده بعد از اون دیگه بانک مرکزی آمریکا قرار نیست باندهای های وزارت خزانه داری آمریکا رو بخره یا اصطلاحا بدهی ها رو قرار نیست ماناتایز بکنه چه اتفاقاتی خواهد افتاد یکی از ارزیابی ها این بود که موقتا و برای دوران کوتاهی دلار آمریکا در بازارهای ارز تقویت میشه و دومی که موقتا و برای دوران کوتاهی بازار کالا فروکش خواهد کرد یک عامل دیگه هم البته ممکن است که در کوتاه مدت به کمک دلار آمریکا بیاد اونم این هست که روز 11 همه می لایحه‌ای رفت توی کنگره توی آمریکا که میخوان به کمپانی های آمریکایی اجازه بدن پول هایی رو که خارج دارن بیارن داخل آمریکا چون الان کمپانی های بزرگ آمریکایی در واقع اکثر قریب به اتفاق سود خودشون را اینها دارن تو بازارهای خارجی خارج از آمریکا به دست میارن و سودهایی هم که اونجا به دست میارن در هر کشوری باشن حالا سنگاپور چین هند هر جا باشن برحال به هر حال به اونها مالیات میدن آمریکا در بین کشورهای پیشرفته صنعتی گویا تنها کشوری است که در قوانین مالیاتیش مالیات دوگانه یا دبل تکسیشن داره به مفهوم که کاری نداره که فرض میکنیم کمپانی اپل یا گوگل یا هر کشور کمپانی دیگری تو چین مثلا چقدر مالیات داده یا نداده اون سودش هایی بخواد بیاره داخل آمریکا یه بار دیگه ازش مالیات میگیرن که به طور معمول و متدابل قرار هست که البته میدونید که کمپانی های بزرگ راه‌های مختلفی دارن برای فرار از مالیات ولی در تئوری قرار است 30-35 درصد اون پولا مالیات بدن یه لایحه‌ای که 11 همه می رفت به کنگره پیشنهاد کرده برای اینکه این پولا بیا داخل آمریکا که شاید کمکی بکنه این وضعیت رو یه خورده راه بندازه این است که میخوان بهشون امتیاز مالیاتی بدن یعنی اگر بیارم پولشونا به جای 35 درصد فقط 5 و 25 صد درصد بیشتر ازشون مالیات نگیرن که اگر این لایحه تصویب بشه خب طبیعتا برای مدت خیلی کوتاهی کمک میکنه که دلار در بازارهای ارزی خورده وضعیتش بهتر بشه مونتا همه اینها فقط و فقط کوتاه مدت از سیر عمومی دلار همان روزگار دوزخی دلار هست و این روزگار دوزخی تا به زیر کشیده شدن دلار آمریکا از اریکه قدرت به منزله ذخیره ارزی جهانی ادامه پیدا خواهد کرد زمانی که ما در سالهای 2001 2002 این صحبت ها رو می که اوزای جهانی داره به طرفی پیش میره که در آینده دلار آمریکا مقام خودش را به مسابقه ورد ریزرو کورنسی یا ذخیره ارزی جهانی از دست میده خیلی ها به نظرشون میومد داریم کفر میگیم یا حرفایی میزنیم که هیچ پایه‌ای در واقعیت نداره منتها این صداها این روزها بلندتر و بلندتر میشه به طوری که هفته ای که گذشت بانک جهانی ورد بانک یه گزارشی داده بیرون به اسم مالتی پولاریتی global economy یا گرایش چند قطبی و اقتصاد نوین جهانی و در این گزارش بانک جهانی بانک جهانی هم تازه رئیسش همیشه آمریکایی است در این گزارش پیش بینی میکنه که حد اکثر تا سال 2025 یعنی 14 سال دیگه آمریکا دلار آمریکا مقام خودش را به همین جایی که داره ذخیره ارزی جهانی از دست میده که تردیدی نداریم این اتفاق خواهد افتاد اون یک ارزیابی بانک جهانی داره که معتقد است ارزهای تازه ای مجموعه ای از, از اسکناس ها و ارزهای دیگه میان و میشن ذخیره ارزی جهانی سه تا پول پیشنهاد سه تا ارز اسکناس پیشنهاد کرده که این جاگاه رو میگیرن یکی یورو هست یکی یوان هست یکی هم دلار من فکر می که این ارزیابی بانک جهانی خوشبینانه باشه چون مشکل پولهای کاغذی این هست که مثل همیشه و در تاریخ با پشت سر که نگاه می کنید پول کاغذی به نام خصلت خودشون که هیچ پشتوانه ای ندارن رفته 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 انقدر مورد سوء استفاده ی مقامات پولی دنیا و هر کشوری قرار می گیره تا قدرت خرید خودش را تمام و کمال از دست میده و به یک کاغذپاره تبدیل میشه و من فکر میکنم اوضاع و شرایطی که الان برای سیستم پولی جهانی در دنیا به وجود اومده و روز به روز داره تشدید میشه و اثراتش را به صورت وضعیت دلار، وضعیت یورو، وضعیت ین یعنی ژاپن و و بدارید میبینید انقدر ادامه پیدا خواهد کرد حت که حتی حتی, حتی حتی اگرم برای مدت کوتاهی این ستا اسکناسی که بانک جهانی گفته بتونن ذخیره ارزی جهانی بشن اون دوران هم دیرپا نخواهد بود کوتاه خواهد بود و سرانجام سیستم پول کاغذی زیر های اقتصاد و شرایط اقتصادی له خواهد شد و دنیا به سیستم پول واقعی یعنی استاندارد طلا برخواهد گشت البته یه نکته رو باید تاکید بکنیم که جابجایی پول ها و اینکه یه پولی یک اسکناسی یا یک ارزی و کرنسی بخواد جایگاه ذخیره ارزی جهانیش رو از دست بده به این راحتی و بدون آرامی یعنی با آرامش اتفاق نخواهد افتاد بدون سر و صدا. کما اینکه امپراتوری قبلی که امپراتوری انگلستان بود و پول انگلستان پوند که ذخیره ارزی جهانی بود تا اومد ارزش خودش از دست بده و از اون جایگاه به زیر کشیده بشه به خاطرش دو تا جنگ جهانی خانمانسوز سوز و وحشتناک با میلیون ها میلیون کشته و هزاران هزار خرابی در سرتاسر سر اروپا به بار در این مورد هم دلار حتما این سیر رو طی خواهد کرد ولی این سیر یه سیر خیلی آرام و بدون دغدغه و دردسری نخواهد بود و اثرات در واقع اون مصیبت ها و بلاهایی رو که در این جایگزینی قراره سر دنیا بیاد ما فعلا جوانه هاشو داریم این بر اونور به صورت وقایعی که در عراق اتفاق افتاد چون صدام حسین تصمیم گرفته بود که نفتشا به جای دلار یورو بخواد و وضعیتی که امروز توی لیبی پیش اومده که مورد تهاجم نظامی چندین کشور قرار گرفته صرفا به این دلیل بود که قذافی چند وقت پیش پیشنهاد کرده بود که به جای دلار یا یورو حتی یورو هم حاضر نبود قبول کنه و گفته بود که ما طلا قبول خواهیم کرد و بنابراین اینها در واقع نمونه هایی از جنگ ها و خونریزی هایی است که در سالهای آینده در پیش خواهد بود تا این جا به جایی در زمینه اسکناس و ارز و جایگزین تازه‌ای برای سیستم ذخیره جهانی در واقع به وجود بیاد یکی از کارهای دیگری البته این اتفاقات خب یک شبه اتفاق نمیفته ذره ذره آرام آرام پیش میره اشکال مختلفی از خودش رو قبلا بروز میده تا بالاخره یک نقطه تعیین کننده در تاریخ میرسه که این وضعیت عملی میشه یعنی دلار میره کنار از چیزایی که به صورت کناری داره اتفاق میفته این است که الان در چند سال گذشته چند تا کشور مختلف شروع کردن با هم قراردادهایی بستن که اصطلاحا به این قراردادها میگن کرنسی یا مبادله ارزی شاید بشه و مفهومش این است که سابق بر این هر که هر چی میخواست بخره و بفروشه مخصوصا کالاهای حیاتی و اساسی دنیا فلزات صنعتی نفت گاز هر چی که بود اینها فقط به دلار خرید و فروش میشد مونتا تو قراردادهای جدیدی که در چند سال گذشته فرزند بین چین بسته شده و برزیل بین چین و فرض کنیم سنگاپور و کشورهای دیگه قرار شده که اگر این کشورها با هم چیزی میخرند یا میفروشند با پول خودشون این کارو بکنند یعنی اگر برزیل فرزن رفت چیزی از چین خرید به جای که بهش دلار بده همون یوان رو بهش میده پول چین رو بهش میده یا چینی ها اگر از برزیل چیزی خریدن ریال برزیل رو بهش میدن به جای که دلار آمریکا بهش بدن این هفته شایعه شد که قرار هست به زودی قراردادی در همین زمینه بین چین و ژاپن و کره جنوبی بسته بشه که این چند تا کشور هم در واقع با هم توافق کنند که به جای دلار از پول خودشون استفاده بکنند و به این ترتیب تقریبا میشه گفت که کل آسیا ذره ذره و با اگر این قرارداد امضا بشه بین ژاپن و کره جنوبی و چین تقریبا دیگه همه دارن دلار کنار میذارن و از پولها یا بهتره بگم از اسکناس ها و ارزهای خودشون استفاده خواهند کرد صحبت ژاپن شد ژاپن که البته همونطور که میدونید الان 20 خورده ای ساله در یک بحران وحشتناک انقباضی یا دیفلیشنری دست و پا میزنه منتها متاسفانه این گرفتاری که سر سونامی و بعدم نشت کردن مواد رادیواکتیو توی راکتورهای اتمی ژاپن پیش اومد باعث شد که وضعیت اقتصادی ضربه بدی بخوره و گزارشی که این هفته اومد بیرون نشون میده که در سه ماهه اول امسال کوارتر اول امسال اقتصاد ژاپن به طور سالانه 3 دهم درصد کاهش پیدا کرده تنزل کرده اومده با این و با توجه به اینکه کوارتر قبل یعنی آخرین کوارتر سال 2010 هم اقتصاد ژاپن منفی شده بود به این ترتیب دو تا کوارتر پشت سر هم که جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی یک کشور منفی بشه از نظر تکنیکال میگن اون کشور به مرحله رکود یا رسشن پا گذاشته و به این ترتیب برای چند دومین بار در چند سال گذشته دو دفعه رکود اقتصادی یقه ژاپن رو داره میچسبه بعضی از دوستان سوال کردن سر این سوال ما تو رادیو هم داشتیم و بینندگان تلویزیونی هم سوال کردن چرا قیمت ملک و املاک و ریل استیت تو کانادا مخصوصا در ونکوور داره اینقدر میره بالا دلیل اصلیش این هست که دولت چین برای اینکه بتونه جلو حباب ریل استیت رو توی چین بگیره و جلو سپکولیشن رو برای ملک و املاک توی چین بگیره دست به سیاست هایی زده و قوانینی وست کرده که مثل اینکه مثلا اینترستیتو داره میبره بالا ذخیره بانک ها رو ازشون خواسته ز... که پهلو بانک مرکزی نگه میدارن افزایش بدن نوع وام هایی که قراره برای ریل استیت داده بشه همه و همه تلاشش بر این هست که جلو قماربازی و اسپکولیشن رو تو بخش مستقلات و ریل استیت توی چین بگیرن که بلای که سر آمریکا و ایرلند و کشورهای غربی اومد در واقع سر اونها نیاد به نتیجه اون پولدارای چین که تا به حال داشتن در این زمینه تو زمینه ملک و املاک توی چین بازی میکردن پولاشون رو از چین خارج کردن بردن کشورهای دیگه و مخصوصا به کانادا و به ویژه بردن توی ونکوور و دارن در اونجا در واقع توی ملک و املاک سرمایه گذاری میکنن به طوری که فروش چه خونه بگیرید، هاوس چه تان هاوس چه کاندومینیوم چه آپارتمان تو ونکوور مطابق آماری که اومده بیرون در عرض یک ماه از ژانویه تا فوریه فروش اینها 70 درصد افزایش پیدا کرده و تو همون فاصله نسبت به سال قبل یعنی نسبت به ژانویه تا فوریه سال 2010 هم 25 درصد دیگه فروش رفته بوده بالا یا حتی مثلا باز از ماه فوریه تا مارچ هم فروش همین خونه و کاندومینیوم و آپارتمان و هاوس از این صحبت ها 32 درصد دیگه توی ونکوور میره بالا و همین دلیل قیمت ملک و املاک به شدت توی ونکوور رفته بالا و به طوری که میگن الان ریل استیت ایجنت ها توی و بنگاه های ریل استیت توی ونکوور بیشتر دنبال کسانی میگردن که زبان چینی بلد باشن استخدامشون کنن چون شدیدن خریدار برای ملک و املاکشون توی ونکوور زیاد شده و همین هم باعث شده که قیمت ها در ونکوور انقدر افزایش پیدا بکنه که به طور متوسط حتی از نیویورک هم گرونتر شده گویا قیمت متوسط یه خونه توی ونکوور به 618 هزار دلار رسیده که به طور متوسط از نیویورک هم گرونتر هست چینی ها البته تو آمریکا هم اومدن و طرفای های و واشنگتن و از این صحبت دارن از این سرمایه‌گذاری‌ها ها تو بخش ریال استیت می‌کنن و چه بسا همون بلایی که در دهه 80 سر ژاپنی ها اومد این بار سر چینی ها بیاد ای خاطرتون باشه تو دهه 80 که صحبت از این بود که آقا ژاپن دیگه داره دنیا رو میگیره و این کار را اون کارو رو میکنه ژاپنی ها خیلی پول آوردن تو آمریکا و توی ملک و املاک و ریال استیت سرمایه‌گذاری کردن بعد هم همه شد در واقع از دست دادن و از حلقومشون کشیدن بیرون و به عید نیست که توی سر چینی ها هم در واقع تو کانادا و جاهای دیگه همچی بلایی بیاد حال با افزایش قیمت ها الان توی ونکوور میگن قیمت متوسط یک خونه شده تقریبا نه و نیم برابر درامد سالیانه ای که افراد و خانواده ها میتونن داشته باشن و از ذر محاسباتی میگن هر وقت که قیمت و خونه بیشتر از سه برابر درآمد سالیانه فرد بشه یا خانواده ای که اون خونه را میخره حتما کارشون به دیفالت میکشه و نمیتونن بدن